با سلام، 22 ژوئن 2010، اول تیر ماه 1389. من ستاره درخشش و برنامه تفسیر خبر. امشب گفتگو با آقای دکتر محسن کدیور از دانشگاه دیوک در کارولینای شمالی. همراه با نظرات شما newstalk@poanews.com. شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 11.545 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبول ریت 5.737، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عربسط EB2 26 درجه شرقی، فرکانس 11.662 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره یوتلسات هاتبرد 8 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبول ریت 16.3، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبول ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. ماهواره یوتلسات W3A 7 درجه شرقی، فرکانس 10.720 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبول ریت 22، پولاریزیشن افقی. ماهواره تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ماهواره یوتلسات هاتبرد 8 13 درجه شرقی، فرکانس 12.242 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبول ریت 3.7، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. شبکه جنبش راه سبز جرس چندی پیش بیانیه مشترکی با امضای محسن کدیور، عبدالکریم سروش، سید عطاالله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان و اکبر گنجی منتشر کرد که طی آن آنها ضمن حمایت کامل از رهبران جنبش سبز، به ویژه بیانیه 17 میرحسین موسوی، خواسته های دهگانه جنبش را برشمردند. امشب گفتگویی داریم با آقای دکتر محسن کدیور. محسن کدیور، محقق، نویسنده، متفکر دینی و فعال سیاسی، در حال حاضر استاد مدعو در دانشگاه دیوک در نورت کارولینا و عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. در سال 1356 تحصیل در رشته مهندسی برق و الکترونیک را در دانشگاه شیراز آغاز کرد. پس از انقلاب دانشگاه را نیمه تمام رها کرد و در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شد. دوره آموزشی او در حوزه در سال 1375 و با گذراندن مرحله سطح عالی به پایان رسید. در 1376 به مرحله اجتهاد رسید و اجازه اجتهاد را از آیت الله العظما حسین علی منتظری دریافت کرد. کدیور در سالهای 1373 تا 77 به عنوان مدرس مدعو و از 1379 تا 1386 به عنوان استادیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مشغول فعالیت بود و در پی آن مدیریت گروه فلسفه این دانشگاه را بر عهده داشت. این متفکر دینی و روحانی اصلاح طلب در سال 1377
به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت با تندروی رژیم 18 ماه در زندان اوین به سر برد. تا امروز از او 13 کتاب به چاپ رسیده است که از جمله آن حکومت ولایی و نظریه های دولت در فقه شیعه است. کدیور درباره حقوق بشر میگوید تک تک آدمیان بدون هیچ گونه تبعیض دینی، جنسی، نژادی، اعتقادی از حقوق یکسان و برابر برخوردارند و هیچ حق ویژه و امتیاز حقوقی برای هیچ صنف و قشری پذیرفته نیست. مستقیم به دانشگاه دیوک می رویم. با سلام حضور جناب عالی آقای دکتر کدیور، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید برای شرکت در برنامه تفسیر خبر در صدای امریکا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. اجازه می فرمایید که گفتگوی امشب رو با یک بحث اصولی آغاز بکنیم، یعنی اختلاف اصولی آزاداندیشان اونطور که گفته میشه با فقهای حاکم بر سر حاکمیت دو مکتب متضاد هست، یعنی حاکمیت مردم و حاکمیت دین، دو مکتبی که البته غیر قابل سازش توصیف شده. عده‌ای میگویند حاکمیت دین مانع برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون هست و تعبیر و برداشت این دو مکتب از قانون و آزادی هم متفاوت به نظر میرسه. در شرایط فعلی در ایران شماری از روحانیون همونطور که جناب عالی اطلاع دارید و علمای دینی جزء منتقدین و مخالفین سرسخت شدند. تعبیر و برداشت جناب عالی به عنوان حامی رهبران جنبش سبز و جنبش سبز و قانون مورد احترام و استناد این افراد چیست؟ صورت مسئله‌ای که شما اشاره کردید میتونه به گونه دیگری باشه. به عبارت دیگه مسئله درست تصویر نشده. این گونه نیست که یک طرف حاکمیت مردم باشد و طرف دیگر حاکمیت دین. اگر این صورت مسئله صحیح می بود، در این صورت می باید هیچ یک از علمای دین یا مسلمانان در مقابل حکومت قرار نداشته باشند، حال اون که مشخص است بسیاری از معترضین حکومت ایران از فعالین جنبش سبز قائل به تعالیم اسلامی هستند، پیرو قرآن کریم هستند و سنت پیامبر خدا را دنبال میکنند. بهتر است این گونه تصویر کنیم مشکل موجود در ایران رو. عده‌ای به نام دین میخواهند حکومت کنند. هیچگاه نه خداوند در روی زمین قرار گرفته و نه پیامبر خدا الان ما در محضرش هستیم. کسانی هستند که به نام دین دارند استبداد می‌ورزند. اون چیزی که الان در ایران در حال چالش و نزاع بین مردم و دولت است، شکاف بین مردم و حاکمیت، فی الواقع شکاف بین استبداد و دموکراسی است. مسلم است که حکام در یک کشور، حاکمیت همواره کوشش میکند از فرهنگ اون جامعه سوء استفاده کنه به نفع اهداف خودش. حکومتگران ایران هم اسلام رو و تشیع رو و دین رو به شکل ابزاری دارند مورد استفاده قرار میدهند. بنابراین اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم دو تلقی از اسلام است. فی الواقع آنچنان که مرحوم دکتر علی شریعتی که همین روزها هم 33 سالگرد در گذشتش بود ذکر کرده، جنگ مذهب علیه مذهب، دو تلقی از اسلام رو در روی هم قرار گرفتند. یک تلقی دموکراتیک است که سبقه غالب جنبش سبز است، یک تلقی هم استبدادی است که در رده حاکمیت قرار داره. دیدگاه های این دو تلقی هم نسبت به مسائل مختلف متفاوت است. برای این مثال قانون برای اسلام دموکراتیک یا برای تحول خواهان و دموکراسی خواهان ایرانی که غالبشون هم سبز هستند، اینها قانون براشون موضوعیت جدی و محوری دارد، به دنبال تسلط قانون بر جامعه هستند. در مقابلش تلقی حاکمیت از قانون تلقی کاملا ابزاری است،
هر زمانی که به نفعش باشه متوسل به قانون میشه و هر زمان که نفعش اقتضا بکنه قانون رو فراموش میکنه و زیر پا میگذارد. این مطلب تازه هم در ایران اتفاق نیفتاده. ما نزدیک بیش از یک قرن است این نزاع رو در پیش رو داریم. در صدر مشروطه در ایران دقیقا همین بوده، مشروطه خواهان بودند و به ظاهر مشروع خواهان، و در رهبر مشروطه خواهان اون روز علمای نجف اشرف بودند، مرحوم آیت الله آخوند خراسانی در صدر اونها قرار داشت، میرزای نائینی در اون اداد بود، طرف مقابلش هم برخی روحانیون بودند مانند شیخ فضل الله نوری. الان هم که 100 سال بعد از اون واقعه داریم زندگی میکنیم، باز تعدادی از روحانیون به عنوان دین حکومتی و اسلام استبدادی یا استبداد دینی یک طرف هستند و جمع دیگری، جمع به نظر ما اکثریت مردم ایران که در صدرشون هم علمای بزرگی مانند مرحوم آیت الله العظمی منتظری، برخی از مراجع فعلی تقلید، بسیاری از روشنفکران مسلمان، اساتید، کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان و اقشار مختلف اجتماعی در این سو هستند. اینها غالب دموکراسی هستند، غالب حقوق بشر هستند. پس جناب عالی معتقدید که یک حکومت مذهبی میتونه یک حکومت دموکراتیک و دموکراسی رو رعایت بکنه؟ واژه حکومت مذهبی همانند واژه سکولاریسم یک واژه کش داره و تلقی های مختلفی ازش میشه. من در ادبیات چند سال اخیر خودم هرگز از این اصطلاح استفاده نکردم و به اون هم قائل نیستم. اون چیزی که ما به دنبالش هستیم این است که حکومت حکومت هست، این حکومت میباید کارآمدی داشته باشد و به ضوابط قانونی و بین المللی پایبند باشد. اما این که به لحاظ دینی چگونه باشد یا به زبان ساده تر مناسبات دینی و فرهنگی جامعه را رعایت بکند، اون مسئله ثانوی است. اون چیزی که در نقد حکومت فعلی ایران در درجه اول می باید گفت این است که آیا این حکومت به قانون اساسی خودش عمل کرده یا نکرده؟ آیا ضوابط اخلاقی را رعایت کرده؟ به وعده هایی که داده عمل کرده؟ با صداقت با مردم خودش رفتار کرده؟ امانتداری در رأی مردم کرده یا نکرده؟ و در مرتبه دوم آیا کارآمدی داشته یا نه؟ مرادم از کارآمدی این است که آیا توانایی اداره بهینه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه را داشته یا نداشته؟ مسئله که شما مورد سوال قرار دادید این است، این بود که آیا یک حکومت مذهبی میتواند دموکراسی را رعایت کند؟ اجازه بدید من این رو به این گونه تحویل بکنم و سوال رو مثل سوال قبلی تغییر بدم و ذکر بکنم. آیا میتوان مسلمان بود و در عین حال قائل به دموکراسی بود؟ به این سوالی که خودم طرح کردم پاسخ مثبت میدم. یعنی ما در جنبش سبز کسانی داریم و خارج از جنبش هم قبل از جنبش سبز هم این ادعا را داشتیم که میتوان در زمانه ما در دنیای جدید، دنیای مدرن مسلمان بود و قائل به دموکراسی و حقوق بشر بود. اما از واژه مبهمی مانند حکومت مذهبی یا حکومت دینی اجازه بدید من استفاده نکنم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر. منظور من حاکمیت دین بود، نه اینکه مسلمان بودن و اعتقاد به دین. حاکمیت دین هم از جمله مواردی است که قابل سوء استفاده فراوان است. وقتی ما میگیم حاکمیت دین، منظور حاکمیت روحانیون است، منظور فقها، منظور حاکمیت فقهاست، حقوق ویژه‌ای برای فقهاست. من در آثار خودم نزدیک 13 سال قبل اولین کتابم تو این زمینه منتشر کردم و با ادله متعدد اثبات کردم، از قرآن، قرآن کریم، از سنت رسول الله، از سیره ائمه هدا نمیتوان استفاده کرد که حق ویژه‌ای در حوزه عمومی و سیاسی برای فقها پیش بینی شده باشد. یعنی این که با صراحت من اونجا نوشتم، استدلال کردم، به بیان ساده تر مبتنی بر فقه استدلالی پیش آمدم و نشان دادم که خداوند هیچ انسان عادی را که فقیه باشد، چه حکیم باشد، چه عارف باشد، به زمامداری مردم منصوب نکرده است. و آن چیزی که ما از ادله دینی معتبر، چه در قرآن کریم، چه در سنت پیامبر یا سیره ائمه درک می‌کنیم این است که خداوند
و کلن اسلام زمام امور مردم را به خودشان واگذار کرده است و به اعتبار دینداریشان از آنها خواسته است ضوابط دینی را با اختیار، با آزادی و با انتخاب خود رعایت کنند. اگر انتخاب کردند و نکردند هم در دنیای دیگر در آخرت به محضر خدا مشرف خواهند شد، به حساب اونها رسیدگی می شود. به عبارت ساده تر، من در آثار خودم همواره نشان دادم که هیچ حق ویژه‌ای برای فقها قابل اثبات نیست در حوزه عمومی. به علاوه تساوی کامل بین آحاد مردم، فارغ از این که عنوانی خاص رو یدک بکشند، قائل هستم. فی‌الواقع این حقوق ویژه بیش از آن که اسلامی باشد، این رسوب فرهنگ‌های دیگر است. افلاطون قائل به حکیم حاکمی یا فیلسوف شاهی بود. کسانی هم به نوعی آریستوکراسی یا حاکمیت اشراف قائل هستند. این اشراف در دوره‌های زمینداران بودند، در دوره‌های هم می توانستند روحانیون یا فقها باشند. اینها فی الواقع یکی از اشکال حکومتی هستند که به زعم من هرگز اسلام نمی تواند اون رو امضا بکند. جناب آقای دکتر، اشاره فرمودید به ضوابط قانونی. اجازه می‌فرمایید به بخش کوتاهی از سخنرانی که جناب عالی داشت در مرکز فرهنگی اسلامی کالیفرنیای شمالی یک سال پیش گوش کنیم. من معتقدم مسئله ایران میباید به دست ایرانی حل شود. دموکراسی همچون مسئله ای نیست که در کوله پشتی سرباز آمریکایی قرار داده شود، به عراق یا افغانستان صادر شود. خب پوزش، میخوام صحبتی که من در نظر داشتم، البته این بحث دیگری است، مبحث دیگری است در مورد ایران و امریکا، ولی اون چیزی که من در نظر داشتم جناب عالی در مورد چارچوب قانونی فرموده بودید. اجازه بفرمایید به اون گوش کنیم در اینجا. ما امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته ایم که از زور اوریان دارد استفاده میکند علیه مردم خود، و این مردم بیدفاع صرفا میگویند ما میخواهیم به آن چیزی که در قانون ما نوشته شده است عمل کنیم، چیز بیشتری نمیخواهیم. آقای دکتر، صحبت رهبران جنبش سبز در حال حاضر هم این هست که در این برهه زمانی تمایل دارن که فعالیت‌هاشون در چارچوب قانون و در چارچوب قانون اساسی باشه. یکی از مشکلات و انتقاداتی که عده‌ای می‌گیرن در مورد قانون اساسی مسئله ولایت فقیه هست. نظر جناب عالی رو در این زمینه می‌خواستم سوال بکنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدنه دموکراتیک دارد و البته اصول دیگری هم در اون وارد شده که در پیشنویس اولیه نبود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حقوق ملت است، یکی از درخشانترین اصول رو در زمینه دفاع از حقوق شهروندی ملت در دل خودش داره و ما قائل هستیم که هیچ یک از این اصول مورد عمل قرار نگرفته و اولین مطالبه جنبش سبز عمل کردن به این اصول مغفول و به زمین مانده است. فصل دیگری، فصل پنجم قانون اساسی، عنوانش از حاکمیت ملت و اون این که حاکمیت بر جهان از آن خداوند است که به مردم داده شده است. احدی حق ندارد این حق را از مردم سلب کند یا در خدمت قش یا گروه خاصی قرار دهد. توی اصل بعدی هم، این اصل 56 قانون اساسی بود، در اصل بعدی هم که اصل 57 باشه، گفته شده که قوای کشور ستاست که زیر نظر ولایت مطلقه امر، که این واژه فقط در همین اصل هم به کار رفته، و امامت امت بر طبق اصول آینده همین قانون انجام وظیفه میکند. خب اگر ما این اصول رو در کنار هم قرار بگیریم، نتیجهش این میشه که رهبری فی الواقع میباید کشور را با اتکا به آراء عمومی اداره بکند. اتکا به آراء عمومی از اصول آمره قانون اساسی است، مفاد اصل ششم قانون اساسی است. به زبان ساده تر، اگر کسی میخواهد مطابق این قانون اساسی رهبری ایران را به عهده داشته باشد، او موظف است کشور را با اتکا به آراء عمومی اداره کند و حق حاکمیت مردم را از آنها سلب نکند و آن را در خدمت قش یا گروه خاصی قرار ندهد.
تمام وظایف رهبر هم در عصر 110 قانون اساسی پیش بینی شده. اگر قرار شد این اصول را، اصول قانون اساسی را به گونه قرائت بکنیم که اصل حاکمیت ملی مفاد اصل 56، اتکا به آراء عمومی مفاد اصل 6 قانون اساسی و مفاد اصل اصول فصل 3 قانون اساسی زیر پا نهاده شود، فی الواقع ما قانون را کج و معوج قرائت کردیم و نادرست پیش رفتیم. اگر این قانون به شکل حقوقی تفسیر شود، معناش این میشه که رهبر جمهوری اسلامی موظف است به اراده ملی تن دهد و در زمانی که آراء عمومی اراده‌ای داشت، مطالبه‌ای داشت، او به عنوان رهبر همون رأی ملی را اتکا کند و انجام بدهد. و اگر چنین نکرد و مقابل این اصل قرار گرفت، اون وقت موضوع اصل 3 بند 6 اصل 3 قانون اساسی و بند 6 اصل 2 قانون اساسی می شود. این دو اصل، این دو بند، این دو اصل ذکر می کنند که استبداد، خودخواهی و انحصار طلبی و استبداد و سلطه‌گری و ستمگری ممنوع است. به نظر می رسد آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده این امور ممنوعه که در بند 6 اصول 2 و 3 بوده محقق شده. اصل 6 قانون اساسی که اداره امور ایران به اتکای آراء عمومی بوده زیر پا نهاده شده، اصل 56 زیر پا نهاده شده و نقض شده به اتکای یک واژه که این واژه در اصل 57 آمده. تفسیر حقوقی ولایت مطلقه در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اداره کشور بر اساس اراده ملی است، بر اساس آراء عمومی است. این تفسیر است که رهبران جنبش سبز از قانون اساسی دارند. این تفسیر رو حقوقدانان ایرانی در دانشکده‌های حقوق ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی دارند. جامعه حقوقی ایران این قانون اساسی را اینگونه می‌فهمد. حالا اگر کسی بیاید و صرفاً این واژه رو بخواد به عرصه فقهی ببرد، اولا در عرصه در علم فقه این واژه معانی متعددی دارد. نظریه فقها از قائل شدن به نفی مطلق ولایت فقیه است، نظر آخوند خراسانی، تا قائل شدن به داشتن اختیاراتی هم عرض رسول الله در عرصه عمومی است، نظر مرحوم آیت الله خمینی. خب اگر قرار باشد ما به فقه مراجعه کنیم این موارد هست. اگر گفته شود داریم به نظر آیت الله خمینی از تمسک میکنیم، آخرین در سال آخر عمر ایشون نمایندگان مجلس از رهبر فقید جمهوری اسلامی اشکال کردند که بسیاری از امور خارج از قانون اساسی عمل شده، ایشون کتباً پاسخ داد که اینها اقتضاعات زمان جنگ بوده، من بنا دارم از این به بعد مطابق قانون اساسی عمل کنم، بلافاصله دستور بازنگری قانون اساسی رو صادر کرد. معناش این میشه که اگر میخواهید رهبر ایران باشید، شما بر اساس این قانون اساسی میباید عمل بکنید. این قانون اساسی استبداد رو، نظر شخصی رو نپذیرفته. الان دو نظر مقابل هم است. در عرصه عمومی اگر اراده ملی یا اکثریت مردم چیزی گفت و رهبر تلقی دیگری داشت، مسرح اندیشه دیگری داشت، چه باید کرد؟ نظریه رسمی میگوید این مردمند که موظفند رضایت رهبری را تأمین کنند. قانون اساسی چه میگوید؟ قانون اساسی میگوید این رهبر، رئیس جمهور، نمایندگان مردم هستند که میباید مورد توجه قرار بگیرند و رهبر میباید به اراده ملی عمل بکند. رهبر میباید تن به اراده ملی و آرا اکثریت بدهد. این تفسیری است که ما از قانون اساسی داریم. اگر قرار باشد ولایت فقیه رو به عنوان یک مقام استبدادی مطلق در نظر بگیرند، این نیازی به قانون اساسی ندارد. این که قبلا هم در ایران ما همچون مقاماتی داشتیم، انقلاب شد که دیگر یک نفر به جای یک ملت تصمیم نگیرد. حالا این یک نفر میخواهد اسمش هر چه میخواهد باشد، شاه میخواهد باشد یا ولایت مطلقه امر.
آقای دکتر درست می‌فرمایید. البته خود آیت الله خمینی گفته بودند که ولایت فقیه چیزی است که خداوند متعال درست کردن، و جناب عالی فرمودید در نظریه فقهی. اجازه می‌فرمایید من بخشی از صحبتی که آقای خاتمی که الان به هر حال از رهبران سبز حمایت می‌کنند منتقد شدند در اینجا مطرح کنم. ایشان در سال 1377 گفته بودند که وقتی نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده، دیگر نمی‌توان آن را یک نظریه فقهی دانست، بلکه اصل نظام است و مخالفت با آن مخالفت با یک نظریه فقهی نیست و مخالفت با جمهوری اسلامی است. آیا این رهبران، این افراد تغییر عقیده دادند در حال حاضر بر اساس اون چیزی که جناب عالی فرمودید؟ این سخن تاریخش رو شما نقل کردید. 14 تیر ماه 1377 جناب آقای دکتر کدیور در روزنامه کیهان. بله، البته منبعش همطور که اشاره کردید منبع صحیحی نیست، اما نظر بنده، ببینید ولایت فقیه در قانون اساسی آمده. در قانون اساسی ما رهبر داریم که وظایفش مطابق است 110 احصا شده است و هیچ وظیفه خارج از اینها ندارد. رهبر حق قانونگذاری در کشور ندارد، این قانون اساسی میگوید. اگر امروز که دادستانی تهران گفته که حکمی که قاضی در مورد دانشگاه آزاد صادر کرده، چون شورای انقلاب فرهنگی که منصوب ولی فقیه است، منصوب رهبری است، او حکم قانون را دارد، بنابراین حکم قاضی مورد اصلاح قرار می گیرد به بیان ساعت لغ می شود، این کاملا غیر قانونی است. ما امروز با یک حکومتی مواجه هستیم که قانون اساسی را مسخره کرده است. یعنی اینکه میگوییم فقط مجلس حق قانونگذاری دارد، از اون سو شورای عالی انقلاب فرهنگی کجای این قانون اساسی برایش پیش بینی شده که قانون وضع بکند؟ دارد قانون وضع میکند. گفته شده است قوه قضاییه مستقل باشد، میبینیم که رئیس قوه قضاییه میآید میگوید که ما میباید مطابق آن چیزی که مقام رهبری ذکر کردند پیش ببریم و سیاست گذاری بکنیم. خب اینها همه نشون میده که بر اساس قانون عمل نمیشود. جمله ای را که شما به جناب آقای خاتمی نسبت دادید، ایشون خودشون پاسخگو خواهند بود، اما یقینا نظر من این نیست. من معتقد هستم که اولا به لحاظ تئوریک و به لحاظ فقهی و به لحاظ دینی و شرعی ولایت فقیه هیچ پایه‌ای ندارد، هیچ مستند معتبر عقلی و نقلی برای اون متصور نیست. وقتی در قانون اساسی آمده، انتقادی است که من به نویسندگان قانون اساسی همزمانی که در قید حیات بودند ذکر کردم، گفتم که بزرگان ما رهبران مشروطه ذکر کردند که حکومت در زمان غیبت از آن جمهور مسلمین است، جمهور مؤمنین است، شما به اون توجه نکردید و عصر رو وارد قانون اساسی کردید که هندسه آن را به هم زده است. اما فارغ از اینها، همین اصلی که به هر دلیلی وارد قانون اساسی شده، نهایتش اختیاراتش بیش از ملکه انگلستان که نیست که، اختیاراتش بیش از امپراتور ژاپن یا پادشاه دانمارک یا هلند که نیست که. این کشورها هم دموکراتیک هستند، مقام سلطنت یا امپراتوری یا ملکه در اونها پیش بینی شده است. رهبر اگر میخواهد سمبل وحدت ملی باشد، میباید تسعید پیدا کند، از دبیر کلی یک حزب خاص، یک جناح خاص فاصله بگیرد و اون واقعا پدر ملت باشد، در این صورت مورد احترام خواهد بود. اما اگر کسی قرار شد برخلاف قانون اساسی تو تمام امور دخالت بکند، مقابل اراده ملی بایستد، هیچگاه این قانون اساسی اون رو نپذیرفته، نمیتواند بپذیرد، و بیشک کسانی هم که از اونها نقل قول کردید، امروز باید دوباره ازشون پرسید آیا به نظر سابقتون قائل هستید یا نه. فکر میکنم البته راوی این مطلب هم چون روزنامه کیهان هست قابل اعتماد نیست. آقای دکتر، نامه جناب عالی نوشته بودید به سید حسن خمینی و در اون به هر حال نظریه ولایت فقیه رو باطل دونستید و در این حال گفتید که ایشون باید اعلام موضع بکنن. به طور کلی نظرتون در مورد رفتاری که در مورد بیت آیات اعزام شده چیست و بعد به مسئله دیگری که در نامه مطرح فرمودید، یعنی رفراندوم میپردازید؟ اون چیزی که در دو هفته اخیر اتفاق افتاد باز تأسف فراوان بود. فی الواقع حاکمیت حتی احترام بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی را هم رعایت نکرد.
خوشبختانه نوادگان آیت الله خمینی در کنار مردم قرار گرفتن، از آرمانهای مردم حمایت کردند، از تجاوز به حقوق مردم حمایت نکردند و به دیدار زندانیان سیاسی شتافتند و بر دل ریش اونها مرهم گذاشتند. خب طبیعی بود که توسط اوباشان و توسط کسانی که مقابل ملت هستند هو بشند و حتی در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و در سالروز وفاتش به اونها اهانت میشه. جالب اینجاست که تمام مراجع تقلید به استثنای یک نفر که اون یک نفر پشت مقام رهبری است حمایت کردند، دلجویی کردند از نواده آیت الله خمینی. این نشون میده که حوزه علمیه قم و حتی حوزه علمیه نجف امروز از این اعمال خشن حمایت نمیکنه، از حکومت جمهوری اسلامی در سیاست های نادرستش حمایت نمیکنه. نامه هم که من نوشتم فی الواقع یادآوری کردم که شما چه راهی را در پیش دارید و نکاتی را که لازم بود به نواده آیت الله خمینی یادآوری کردم. هم گفت نکات مثبت ایشون رو برشمردم، اندیشه ایشون رو برشمردم و هم به این که ایشون بالاخره اشتباهاتی هم مرتکب شده اشاره کردم. دیدگاه من نسبت به مرحوم آیت الله خمینی یک احترام انتقادی است. من معتقد هستم ایشون به اسلام، تشیع و ایران خدمات فراوانی کرده، در عین حال اشتباهاتی نه چندان کوچک هم مرتکب شده. تذکر دادم که اگر ما امروز از شما حمایت میکنیم به این معنا نیست که از نظریه ولایت فقیه حمایت میکنیم. به نظرم اگر آیت الله خمینی هم امروز در قید حیات بود همان حرفی را میزد که در 12 بهمن 1357 در نخستین خطبهش در ایران در بهشت زهرا ایراد کرد و ذکر کرد که هر نسلی حق دارد سرنوشت خود را خود رقم بزند. قانون اساسی که پدران نسلهای گذشته ما نوشتند برای خودشان خوب بوده، نسل ما حق دارد قانون اساسی خودش را بنویسد. این آیت الله خمینی گفت میزان رأی مردم است. الان میباید به رأی مردم تن داد و فی‌الواقع اگر فضا مناسب بود به رفراندوم مراجعه کرد و نظر مردم را در یک همه پرسی منصفانه و عادلانه و آزادانه پرسید و بر اساس اون همه مشکلات و بحران‌ها را حل کرد. چه شرایطی باید ایجاد بشه؟ حالا به مسئله حقوق بشر هم خواهیم پرداخت، ولی با توجه به اینکه خود جمهوری اسلامی حکومت در حال حاضر یک عامل مؤثری است در نقض حقوق مردم، چه شرایطی باید ایجاد بشه برای اینکه یک همچین رفراندومی بتونه برگزار بشه؟ رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وجه های اتکا به آرای عمومی پیش بینی شده و در دو اصل قانون اساسی حداقل به مسئله رفراندوم پرداخته شده. مشکلی که این قانون اساسی داره این است که همه امور بالاخره به اذن رهبری من موکول می شود. راه حلی که جنبش سبز دارد این است که اگرچه ساختار حقوقی ما مشکلات و عویصه هایی دارد مثل مسئله ولایت فقیه، اما اگر ساختار حقیقی متحول بشه، مرادم از ساختار حقیقی این که اراده ملی جامعه مدنی در ایران به حدی از قوت برسه که حکومت به این نتیجه برسه که به صرفش نیست که بیش از این در مقابل مردم بیسته، در این صورت ما می توانیم حتی با اینکه چنین مواردی در چنین اشکالاتی در قانون هم وجود داره اراده ملی رو بر حاکمیت تحمیل بکنیم. همین که حکومت از برگزاری یک راهپیمایی که حق مطابق اصل 27 قانون اساسی حق طبیعی مردم ایران هست اجازه نمیده برگزار بشه، نشون دهنده این هست که او میداند که از اکثریت برخوردار نیست و در نتیجه نمیتواند جلو نمیتواند هرگز به رفراندوم هم تن بده. خواسته ما بسیار مشخص است. ما معتقد هستیم این قانون اساسی بالاخره ما را به رفراندوم میکشاند. زمان آیت الله خمینی دو بار رفراندوم در زمان خودش برگزار شد، سومین بار هم او وعده رفراندوم رو داد که یک ماه بعد از وفاتش شد، اما در دو دهه اخیر ما هیچ رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی به شکل همه پرسی قانونی نداشتیم و وقتش هست.
آقای دکتر اجازه میفرمایید که در مورد جنبش سبز ازتون سوال بکنم. البته اشاراتی فرمودید، اما یکی از مشکلاتی که انتقاداتی که میگیرن مسئله رهبری و عدم رهبری و عدم سازماندهی جنبش سبز. فکر میکنید که این دو عامل اصلی برای پیروزی هر جنبشی میتونه از درون خود جنبش بیرون بیاد و هدف جنبش چیست، راهکارها چیست برای ادامه این جنبش مردمی؟ این جنبش یک سال قبل در اعتراض به تقلب نهادینه در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، خود جوش بود، از دل مردم بیرون آمد. طبیعی است که یک جنبشی که مردمی بوده رهبرانش هم از جنس خودش باشند، کاندیداهای مورد نظر مردم که به نظر اونها رأی آورده بودند و رأی اونها توسط حاکمیت غلط اعلام شده بود در صدر این جنبش قرار گرفتند. خوشبختانه در یک سال گذشته هم بیانیه‌هایی که آقای میرحسین موسوی صادر کرده، هاکذا سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایی که جناب آقای کروبی صادر کردند، اینها همه مواردی است که به نظر میرسه توانسته جنبش رو در داخل ایران به پیش ببره و حکومت علارغم همه فشاری که فشار و خفقان و سرکوبی که در داخل ایجاد کرده نتوانسته این صدای مردم رو، صدای رسای نمایندگان مردم رو خفه کنه. در مورد برنامه ریزی من فکر میکنم در حدی که در یک جنبش اجتماعی نوپا با عمر یک ساله میشه پیش بینی کرد، این جنبش برنامه های ارائه کرده، روی شبکه های اجتماعی دست گذاشته، در ابتدا بر راه پیمایی اتکای فراوان داشت. وقتی که حکومتگران با سرکوب و خفقان این راه پیمایی ها رو مسدود کردند و هزینه اون رو بسیار بالا بردند و قصد خونریزی داشتند، فی الواقع به دنبال راهکارهای دیگر هستند. اموری هم که در آینده مورد نظر هست هیچ انتظار نیست که الان بخواد اعلام بشه، اما در بیانیه‌های این رهبران در بسیاری از مسائل رو ابتکارات خود مردم هست، خود جوانان هست که بار این جنبش رو به دوش دارن. من فکر میکنم از تجاربی که در یک سال گذشته کسب شده به سادگی میتوانیم راهکارهای بهتری رو پیدا بکنیم. هیچ حکومتی به زور سرنیزه نمیتواند دائما و همیشه مقابل اراده ملی بایستد. روشی که جنبش سبز در پیش داره روش فرسایش استبداد دینی است. اهدافی که داشته تا کنون درش موفق بوده، مشروعیت زدایی کرده از استبداد دینی، این کار بسیار بزرگی هست. نکته دومش توانسته این حکومت رو با فرسایش مواجه بکنه، اینکه هر روز سربازان و پاسداران و بسیجی‌های این حکومت میباید آماده باشن مقابل فرزندان این مردم قرار بگیرن، یقینا اینها رو در خانواده‌های خودشون با مشکل مواجه کرده و میکنند. آگاهی‌های عمومی بسیار افزایش پیدا کرده، امروز در کوچه و خیابان مردم ایران با بالاترین سطح آگاهی در منطقه میشه قلمداد میشن، شجاعت ملی افزایش پیدا کرده، همبستگی ملی بسیار بالا رفته. اینها نکات ارزنده است که ما امروز باهاش مواجه هستیم و فکر میکنم جنبش سبز در این قدم‌های ابتدایی خوب پیش آمده. آقای دکتر اشاره فرمودید که اینها افرادی هستند، رهبران جنبش، کاندیداهایی هستند که مردم به اونها رأی دادند و صحبتی در این نیست که از حمایت مردمی برخوردارند. اما برخی هم انتقاد میکنند که این کاندیداها به هر حال 400 نفر شرکت کرده بودند، 3 نفر از میان اونها انتخاب شدند. برخی منتقدین میگویند که شماری از روحانیون پشت سنگر آزادی موزه میگیرند و امیدوارند که مردم در این 31 ساله در زمان حالا ریاست جمهوریشون اقداماتی که کردن رو فراموش بکنند. جناب عالی چی فکر میکنید در مورد این نظر؟ انتخابات ایران به هر حال دو مرحله برگزار میشه. مرحله اول هم اینه که شورای نگهبان که منصوبین مقام رهبری هستند بر خلاف قانون اساسی میان و افراد رو بیش از ضوابط قانونی مورد فیلتر قرار میدن. اونی که قانون بهشون اجازه داده موارد بسیار محدودی هست، اما اینها عملا یک دست به یک انتخاب اولیه میزنند و بعد مردم میتوانند از گزیده های منصوبین رهبری کسانی را انتخاب بکنند. کاری که مردم ایران کردن از میان همین افرادی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان عبور کرده بودند توانستند
بهترینشون رو، نزدیکترینشون رو با آرمان‌هاشون انتخاب بکنن و اشتباه هم نکردن. دیدیم که همین‌ها امروز بهتر از خیلی‌های دیگه توانستند آراء عمومی رو درک بکنن و اراده ملی رو ترجمه کنند. برخی از این انتقادات که میشه بسیار دور از آبادی است، یعنی افرادی دور از بود نشستند و واقعیت‌های داخل ایران رو در نظر نمی‌گیرن و نقد می‌کنن. نقد کردن آزاد است، اما مهم این است که آیا راه دیگری برای اصلاح جامعه ایرانی و پیش بردن، نزدیک کردن اون به ضوابط دموکراتیک سراغ داریم؟ اگر نداریم میباید از اون چیزی که در ایران اتفاق داره میفته حمایت بکنیم. لزوما ایدئال نیست، اما میتوان گفت خیرالموجودین است، بهترین کاری است که میتوانست انجام بگیره. آقای دکتر کدیور، اشاره فرمودید به حمایت از جنبش سبز و میخواستم مبحث دیگری رو با جناب عالی مطرح بکنم، مسئله حمایت امریکا از جنبش سبز یا معترضین در داخل ایران و سیاست کنونی دولت امریکا در قبال ایران. به طور کلی جناب عالی موافق دیالوگ هستید و بعد به مطلبی اشاره میخوام بکنم بعد از که جناب عالی جواب دادید. در مورد مقاله از یک مأمور سابق CIA در نیویورک تایمز چاپ شده بود که به خاطر تضعیف رژیم در حال حاضر خواستار دیالوگ مستقیم رهبران جنبش سبز با دولت امریکا شده بود. بفرمایید آقای دکتر. جنبش سبز یک جنبش مستقل و ملی است. این جنبش همونطور که در بخشی از سخنرانی من که اشتباه پخش کردید اما فکر میکنم حرف بسیار حسابی بود، این است که ما به دنبال دموکراسی هستیم، اما دموکراسی به مدل ایرانی. ما هرگز مایل نیستیم که شبیه اون چیزی که در عراق و در افغانستان دو همسایه شرقی و غربی ما اتفاق افتاده مورد هجوم قرار بگیریم. ما از آمریکا، وقت مقامات آمریکایی که همین روزهای اخیر ذکر میکنند که مسئله حمله نظامی به ایران هنوز روی میز ما هست و به کناری نرفته، من به شدت تعجب میکنم. نوجوانی و جوانی من همزمان بود با حملات آمریکا به ویتنام. من از کودکی و از نوجوانی اون خاطره رو به عنوان یک جهان سومی به خاطر دارم. هیچگاه در خاورمیانه، در آسیا خاطره خوشی از سیاست‌های خارجی آمریکا در منطقه نداشتیم. همواره در خانه شنیده بودم که در 28 مرداد 32 آن چیزی که بختک سلطنت را چند دهه بر ایران مسلط کرد عامل اصلیش دولت آمریکا بود. من در این مصاحبه صرفا شرکت کردم که به عنوان یک ایرانی نارضایتی تاریخی خودم رو، نارضایتی تاریخی یکی از اعضای ساده جنبش سبز از سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران اعلام بکنم. اگر اون سیاست‌های نابخردانه 50 سال پیش نمی بود، مسلماً ما امروز شاهد برخی افراط‌کاری‌ها و رادیکالیسم کور و نوعی بنیادگرای مذهبی هم در ایران نبودیم. به هر حال اون چیزی که در خاورمیانه اتفاق افتاده بخش اعظمش به خاطر سیاست‌های نابخردانه سیاستمداران آمریکایی در خاورمیانه بود. اما در زمان حاضر در مقایسه با دولت سابق آمریکا، خب دولت سابق آمریکا بسیار زشت و بد با ایران برخورد کرد. دولت فعلی آمریکا برخی از زشتی‌ها و تندروی‌های دولت سابق رو تصحیح کرده. اما به عنوان یک عضو ساده جنبش سبز عرض می‌کنم که ما هیچ نیازی به کمک خارجی نداریم. نه کمک خارجی آمریکا، نه کمک خارجی اتحادیه اروپا. بسیاری از این ابراز دوستی ها هم که میشه به ضرب المثل فارسی مثل دوستی خاله خرسه میمونه، یعنی ضرری که برای ما داره به مراتب از نفعش بیشتر است. برخی از این مقالاتی که شما هم اشاره کردید فی الواقع همون چیزی است که بنیادگرایان مسلط بر ایران مایل هستند. من تعجب کردم وقتی مستند شما از یکی از افرادی که امروز از حامیان جنبش سبز میشه روزنامه است که توپخانه است علیه جنبش سبز، شما به اون روزنامه استناد میکنید، واقعا جای تعجب داره. شبیه همون خبط و خطایی که مأمور سیا قرار میده. مأمور سیا وقتی که این
افراد میخواهند برای ایران یا برای جنبش سبز ایدئولوژی و تئوری تنظیم بکنند، این نهایت نادانی است، نهایت جهالت است. این جنبش نیازی به تئوری پردازی ها یا حمایت سازمان های جاسوسی خارجی ندارد. منتشر کردن این چیزی جز این نیست که همان دو لبه یک قیچی است. یک لبه آن روزنامه کیهان است که شما تو همین برنامه بهش استناد کردید، لبه دوم آن هم مأمور سیاست که در نیویورک تایمز می نویسد. جنبش سبز چیست؟ جنبش سبز نه آن است و نه این است، نه آن چیزی است که رهبری ایران یا روزنامه کیهان تصویر می کند که صرف این که افرادی در خارج قرار گرفتن اونها رو وابسته می داند، فارغ از این که مگر آیت الله خمینی ده سال در نجف تبعید نبود، مگر در پاریس نبود، مگر اینکه انقلاب اسلامی به خاطر تضاد اون روز منافع انگلستان و آمریکا صدایش از بی بی سی اون زمان شنیده نمیشد، به این اعتبار میشد گفت انقلاب اسلامی انگلیسی است یا فرانسوی است یا اروپایی است؟ خیر، به همین دلیل هم صرف این که امروز با تعارض منافع دولت وقت آمریکا و ایران، آمریکا فی الواقع به ظاهر حمایت از جنبش سبز میکند، این دلیل آمریکایی بودن جنبش سبز نیست. ما مخالف بسیاری از سیاست‌های خاورمیانه آمریکا هستیم. من به صراحت ذکر میکنم رهبران فعلی جنبش سبز از قویترین منتقدان سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و در منطقه هستند. اونها هرگز باور ندارند این به نفع مردم جهان است، اینکه یک طرف آمریکا صرفا از سیاستهای نژادپرستانه دولت اسرائیل حمایت میکنند. در معادله خاورمیانه آمریکا هرگز نتوانسته یک موضع منصفانه بگیرد. دموکراسی اگر خوب است برای همه خوب است، دموکراسی در فلسطین هم خوب است، نه اینکه صرفا بگوییم که یک واژه‌ای که الان هم در کشور من داره سوء استفاده ازش میشه هم در آمریکا. آمریکایی‌ها هر کسی رو که با سیاست‌های خودشون مخالف باشه میگویند تروریست، رژیم ایران هم هر کسی با سیاست‌های اونها مخالف باشه میگویند فتنه‌گر یا وابسته به اجنبی. نه آن درست است نه این درست است. میتوان تروریست نبود با سیاست‌های دولت آمریکا مخالف بود، میتوان تروریست نبود سیاست‌های نژادپرستانه صهیونیست‌های اسرائیل را نقد کرد، میتوان فتنه‌گر نبود سیاست‌های فعلی، سیاست‌های ستمگرانه و غیرقانونی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کرد. این دنیا را سیاه و سفید کردن یک منطق کاملا غلط است. در نتیجه میگیرم تو این بخش از عرایضم این که جنبش سبز مانند اکثریت ایرانیان هیچ مشکلی در گفتگو با دولت آمریکا ندارد، در این حال استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران را به چه نظر اصلی خود قرار داده است و در این حال منتقد سیاست‌های خاورمیانه دولت آمریکا از جمله دولت پرزیدنت اوباما هم هست. بله، من اجازه میخوام که فرمودید که من استناد کردم به صحبتی که کردید، بازگردم استناد کردم به روزنامه کیهان. این در زمانی بود که خود آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، یعنی در سال 1377. تفاوتی نمیکنه روزنامه در همون زمان هم روزنامه کیهان روزنامه ای بوده که زیر نظر نماینده منصوب مقام رهبری اداره میشده. روزنامه کیهان روزنامه دروغگویی است، هیچ کدوم از سخنانش قابل استناد نیست. من اصلا تعجب میکنم، خواهش میکنم، این تنها در روزنامه کیهان نبود، صحبتی بود، سخنرانی بود که ایشان کردند. به هر حال من فکر میکنم که بعدا بتونم منابع دیگری در مورد صحبتی که ایشون کردم، حالا این رو کنار بگذاریم. ولی که ذکر هم شده باشه سخن شایسته نبوده و من اون سخن رو نمیپذیرم. خواهش میکنم. از جانب آقای خاتمی هم بله، اشاره فرمودید به سیاست دوگانه امریکا و انتقاد کردید از سیاست دوگانه امریکا به ویژه در خاورمیانه. فقط من باید این رو اشاره بکنم که سیاستی که پرزیدنت بوش در حال حاضر در پیش گرفته، همونطور که خود دولت امریکا میگه، حمایت از معترضین است و حمایت از افرادی است که خواستار. منظورتون پرزیدنت اوباما است یا پرزیدنت سابق بوش؟ نخیر، پرزیدنت اوباما. اشتباه کردید. بله، پرزیدنت اوباما. و حمایت از معترضین و همچنین افرادی که خواستار عدالت هستند، که خود ایشون چندین بار در بیانیه ها و صحبت هاشون اشاره کردن. به اسرائیل اشاره فرمودید جناب علی و حمایت امریکا از اسرائیل. میخواستم نقطه نظر ایران را از حضورتون سوال بکنم.
بارها شنیدید این مسئله است که بارها از سوی آقای احمدی نژاد مطرح شده و ایشون خواستار محو اسرائیل از روی نقشه زمین هستند. این اولین بار نیست که این صحبت رو میکنن و لفاظی های بسیاری در مورد مباحث و موارد مختلف کردن. ولی نظر خود جناب عالی رو میخوام بپرسم در مورد همین مسئله محو اسرائیل از روی نقشه زمین. این صحبت البته مختص محمود احمدی نژاد نیست. بله. این جمله رو قبل از ایشون مرحوم آیت الله خمینی گفته. بله. بله. نظر جنبش سبز در مورد اسرائیل این است که ما اولویت اولمون، این رو بارها هم موسوی ذکر کرده و دیگر رهبران جنبش سبز و مردم هم در خیابان‌های ایران فریاد زدند که هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، این شعار اصلی مردم بوده نه مسائل دیگر. منظور این است که اولویت جنبش سبز مسئله ایران است. شما آقای احمدی نژاد فی الواقع اگر رئیس جمهور باشد رئیس جمهور ایران است، نه رئیس جمهور لبنان یا رئیس جمهور فلسطین. زمانی که به سازمان ملل می رود باید در درجه اول از حقوق ملت ایران دفاع کند. حالا که می بینیم تعداد مواردی را که مسئله لبنان یا فلسطین پرداخته بیش از مطالبی است که در مورد ایران ذکر کرده. ما با صراحت ذکر میکنیم ما منتقد سیاست اسرائیل در خاورمیانه هستیم و معتقدیم بزرگترین مانع صلح در خاورمیانه سیاست های جنگ طلبانه دولت تروریست اسرائیل است. تروریسمی که در اسرائیل مسلط است تروریسم دولتی است. اگر آمریکا به دنبال محو تروریسم از جهان است میباید در درجه اول تروریسم دولتی را محکوم کند. میباید از انسان انسان است. این انسان میخواهد یهودی باشد، مسلمان باشد، مسیحی باشد. این انسان میخواهد فلسطینی باشد، اهل غزه باشد یا جای دیگری باشد. چطور است؟ آیا خون بچه غزه‌ای ارزش ندارد؟ وقتی به اون شکل وحشیانه به غزه حمله میشود، مواضعی که آمریکا در قبال اسرائیل گرفت، در قبال فلسطین گرفت، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در خاورمیانه همواره این مسئله مورد انتقاد بوده است. اما نحوه مواجهه ما با اسرائیل نحوه مواجهه حقوقی، قانونی، دیپلماتیک است. ما در هر مجمع بین المللی می توانیم اثبات بکنیم که اسرائیل غاصب است، اسرائیل جنگ طلب است، اسرائیل به دنبال صلح نیست. نیازی به این مواجه هایی که امثال احمدی نژاد نخواهد بود. لذا همواره رهبران جنبش سبز رئیس جمهور غاصب ایران رو متهم میکنند، میگویند تو اهل ماجراجویی هستی. خدمتی که احمدی نژاد به دولت اسرائیل کرده و به خاطر ادای این جملات فی الواقع رهبران اسرائیل توانستند بیشتر از آمریکا کمک نظامی بگیرند فراموش شدنی نیست. فی الواقع احمدی نژاد در مسئله هولوکاست و در این خدمت به اسرائیل جلد دوم هیتلر است و بیشترین خدمات را به اسرائیل کرده است. در حالی که جنبش سبز در عین نقد جدی سیاست‌های جنگ طلبانه دولت تروریستی اسرائیل، در عین حال معتقد است که مسئله فلسطین میباید توسط مردم فلسطین حل شود و میباید از خود اهالی فلسطین ما بپرسیم که آنها میخواهند چگونه مشکلاتشان را حل کنند. اگر مردم فلسطین درباره آینده کشور خود هر تصمیمی را به اتفاق آرا گرفتند، مطمئن باشید ملت ایران و جنبش سبز اولین ملتی خواهند بود که اون تصمیم را به ملت فلسطین تبریک بگویند. اون تصمیم هر تصمیمی باشد از جانب ما، از جانب جنبش سبز قابل احترام خواهد بود. باز همینجا من نقطه نظر و موضع امریکا رو اعلام میکنم که پرزیدنت اوباما خواستار حل بحران خاورمیانه هست، از مردم فلسطینی حمایت کرده و اونطور که پرزیدنت اوباما و دولت امریکا و همچنین دولت اسرائیل خواستارش هستن، خواستار میانجیگری و نقش مؤثر امریکا هستن در حل این مسئله. جناب آقای دکتر، ما حدود 7 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. 2 مبحث دیگر هست میخواستم با جناب عالی مطرح کنم و سوالات زیادی از بینندگان برای جناب عالی رسیده و
خواستم با پوزش خواهش کنم که اگر اختصارا جواب بفرمایید. یکی مسئله زنان هست که یک مسئله اساسی است در تبعیض میان مردان و زنان، و به نظر میرسه که مسئله مردسالاری در جمهوری اسلامی به خصوص به صورت قانون در اومده. این روزها مسئله حجاب هم در میان هستش، حالا چه اجباری باشه چه اختیاری. اختصارا خواهش میکنم نظرتون رو در این زمینه بفرمایید. در مورد حقوق زنان من مقاله نوشتم مستقلا و ذکر کردم که هیچ تبعیضی بین زن و مرد به لحاظ دینی پذیرفته نیست. ما قائل به تساوی حقوق در همه عرصه ها هستیم. این رو مورد به مورد هم اثبات کردم. در مورد مسئله پوشش بانوان، ما دو مواجهه با پوشش میتونیم داشته باشیم، یکی که به عنوان مسئله حجاب گفته میشود، یکی مسئله قانونی است، یکی مسئله دینی. مسئله پوشش به لحاظ دینی و شرعی یکی از وظایفی است که مردان و زنان مسلمان به عهده دارند. من به واجب بودن این مطلب اعتقاد دارم، در نوشتهای خودم هم اشاره کردم. اما به لحاظ قانونی همچنانی که نماز هم واجب است، روزه هم واجب است، اما واجب بودن به معنای این نیست که پلیس حق دارد کسی را که نماز نخواند یا کسی که روزه نگرفته رو مورد مجازات قرار بدهد. هیچ دلیل نداریم. مگر شما خدا هستید؟ مگر جای خدا نشستید؟ اگر گناهی فردی کرده باشد، در آخرت خدا ارحم الراحمین هست و خودش حکومت خواهد کرد، خودش قضاوت خواهد کرد. اما اینکه ما بخواهیم در همین دنیا بساط آخرت رو راه بیاندازیم، نه، این پذیرفته نیست. بنده با حجاب اجباری به شدت مخالف هستم. معتقد هستم که این علاوه بر این که هیچ بنیه شرعی ندارد، یعنی تعذیر کردن افرادی که واجبات شرعی را رعایت نمی کنند، این دلیل معتبر دینی ندارد. این رو به عنوان یک فرد مطلع تو این زمینه ذکر میکنم. و اجبار کردن در این زمینه و مجازات کردن و کار پلیسی کردن در این زمینه 100% نتیجه معکوس میبخشد و سیاستی که حکومت ایران در پیش گرفته در این زمینه قابل دفاع نیست و به لحاظ دینی هم غلط است. آقای دکتر، اجازه بدین من یکی از سوالات بینندگان رو مطرح بکنم، چون متاسفانه فرصت نیست که تمام اونها رو در اینجا در موردش صحبت کنیم و جناب علی فرصت پاسخ متاسفانه نخواهید داشت. ولی امیر از شیراز نوشته است با توجه به اینکه در ایران نوعی اسلام خشن و تا حدی خرافاتی از طرف دولت مردان و امامان جمعه و حتی صدا و سیما به توده های مردم تبلیغ می شود، و با توجه به این حقیقت که این گروه از مردم امکان برداشت های مترقی تر و مدرن تر از اسلام را از شخصیت های مانند شما دکتر سروش و آقای آقاجری و اشکیوری و غیره ندارند، پیشنهاد شما برای آگاهی این قشر از مردم که متاسفانه به خاطر نداشتن آگاهی لازم و فقط به صرف اینکه تصور میکنن این دولت یک دولت اسلامی است چیست؟ پیشنهادی ما جز ارتقای آگاهی های عمومی نداریم. خوشبختانه این آگاهی ها هم افزایش پیدا کرده. ما به دنبال تأسیس رسانه بودیم، هم رسانه مجازی هم رسانه صوتی تصویری، و فکر میکنم به زودی بتوانیم با مردم خودمون از یک رسانه ایرانی سخن بگوییم و اونها صدای ما رو بشنوند، تصویر ما رو ببینند و بتوانند تشخیص بدهند که اسلام به این شکل خرافاتی که از بلندگوهای رسمی ایران منتشر می شود نیست. البته کتاب هم نوشته شده، خب کتاب ها رو ممنوع کردن، مقال مجلات روزنامه ها رو جلوش گرفتن و مشکل ایجاد میکنند که مردم صدای ما رو نشنوند. ما کوشش میکنیم که حرف خود رو بزنیم. این دیگه مردم هستن که باید راهی رو پیدا بکنن که صدای امثال ما رو هم بشنوه. رسانه در خارج میفرمایید جناب علی؟ بله، در خارج از کشور. میتونم سوال بکنم آقای دکتر که تا چه حد در تماس هستید با رهبران جنبش سبز در داخل ایران؟ به هر حال نزدیکی مواضع من با رهبران جنبش سبز در داخل کشور نشون میده که هماهنگی فراوانی است. میتونم بگم که بله، ارتباط بسیار وثیقی داریم با دوستانمون در داخل. من هنگامی که روز گذشته نام جناب علی رو اعلام کردم، تعداد زیادی ایمیل بود. ما یک دقیقه فرصت داریم، اجازه می‌فرمایید یک ایمیل دیگر رو هم
اینجا مطرح کنم. میفرمایید که میپرسند مهرداد از بابل که بعد از استقرار دموکراسی جایگاه اجتماعی روحانیت و مراجع را جناب عالی چگونه ارزیابی میکنید؟ که البته یه مقداری صحبت کردیم اما حدود بله این جایگاهشون در جامعه مدنی خواهد بود، به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی با دیگران ندارد. من با هر نوع امتیازی برای روحانی، برای فقیه، برای مرجع تقلید مخالف هستم، اثباتم کردم. اسلامی که من میشناسم از تساوی مطلق حقوق دفاع میکنن. اگر وزن اجتماعی دارن اون در جامعه مدنی است، اعتبار دارن، مردم به سخنشون گوش میدن، اما به لحاظ حقوقی هیچ جایگاه ویژه‌ای ندارن. به هر حال خیلی من سپاسگزارم باز هم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید آقای دکتر کدیبر و در برنامه امشب شرکت فرمودید. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم. ممنون از شما. شبتون خوش. امروز در فیسبوک این گفته احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را مطرح کردیم که برخورد با بدحجابی از مطالبات قانونی و شرعی مردم است. سوال کردیم که شما که در ایران هستید آیا به راستی چنین درخواستی از حکومت دارید؟ پاسخهای شما نمونه از آن از این قرار است. محمد مهدی می نویسد این نه تنها خواست مردم نیست بلکه اکثریت متدین هم چنین خواستی ندارد. آزاده میگوید مردم ایران مشکلی با روسری داشتن یا نداشتن ندارند، مشکل مردم از نظر قانونی و شرعی حکومت ایران است. علی میگوید آقای رادان من در ایران هستم و نظری غیر از شما دارم. مشکلات مردم فقر، اختلاف طبقاتی، تقلب، کودتا، عدم برابری زن و مرد و عدم وجود آزادی است. برنامه امشب تفسیر خبر در اینجا به پایان میرسد. تا فردا و برنامه دیگر و تفسیر خبرهای دیگر، شب خوش.